سلام. سلام عزیزم، خوش اومدین. بفهم. سلام. سلام. میدونم پیش خودتون چه فکر میکنید. کافیه پسر، ادامه نده. این چه کاری بود کردی امیرعلی؟ اصلا از تو توقع نداشتم. اشتباه کردید هر دو نفرتون. منو ببخشید. شما درست میگین، نباید مزاحمتون میشدم. الانم با اجازتون از اینجا میرم. کجا؟ کجا داری بری؟ به جز خونت؟ اگه نمیدم دست پلیس، محض پدرته حریم و حرمت میفهمه. بی‌معرفتی، ما بهت اعتماد کردیم. با منی؟ امیرعلی، رضا مقصر نیست. پدرت خبر داد مادر. چرا این کاری کردی؟ برای اینکه زده بودی به خاکی. داشتی مسیر تو اشتباه میرفتی. ولی ما به شما پناه آوردیم. پناه اون دختر خانوادشه. چرا نمیفهمی؟ پس من چی؟ رفت فره همیشه. شاید. ولی تو یاد گرفتی که بدون اجازه پدر نمیتونی همچین غلطی بکنی. الان با این همه عصبانیت اگه یه بلایی سرش بیاره چی؟ عصبانیت پدر مادر از سر دلسوزیه، نه کین و نفرت، نه دست مادر. بلای سرش نمیاد. میدونم چه حالی داری امیرعلی، ولی باور کن اینطوری برای خودش هم بهتر شد. زیاد بهش سخت نگیریم. امروز براش روز خوبی نبوده. مگه امروز چی شده؟ خیلی دقیق نمیدونم، ولی میدونم رفته پیش اصلان حسابی گرد و خاک کرده. امیرعلی بازم دعوا کرده؟ آره، مثل که اصلان به یوسفیان گفته که امیرعلی 2 سال زندان بوده. سفتهارم داده 200 میلیونشو گرفته. این اصلان چرا دست از سر امیرعلی بر نمیداره؟ انگار مریضه. مردی که پاشو از گلیمش دراز ترک کرده، وقتشو خودم برم سراغش. مردم به من زنگ بزنن بگن جناب مهندس یوسفیان بیاین دخترتون از خونه ما جمع کنید ببرید، تحقیرم کردی، خرابم کردی. بمیرم اگر قصدم این بوده باشه.
من نمیدونم این پسر یلاکوا چی داره که تو حاضر شدی به خاطر جلو بابات وایسی. با صد رحمت به خانوادهش، به شرفشون، به شعورشون که به من زنگ زدن. یعنی چی؟ من نمیخوام بابا، به خدا من ترسیده بودم، اصلا نمیدونستم باید چی کار کنم. همش با خودم میگفتم اگه متوجه بشید که من نرفتم یه وقت چی؟ به سلابت میکشیدم، دارت میزدم. تو جلو اینا سکه یه پولم کردی الناز. خب نمیخواستی بری به خودم میگفتی؟ یعنی چی آخه این؟ این چه رفتاری بود؟ گفتم، چند بارم گفتم، اما شما نشنیدی. شما فقط حرف خودتو میزنی، همیشه حرف خودته. شما بودید که تصمیم گرفتید من برم پیش مامان، نه من. اونا فقط یه دلیل داشت. چی؟ دلیل چی بود؟ دلیلش این بود که ترجیح میدادید از دست من خلاص شید. تو واقعا راجع به پدرت اینطوری فکر میکنی؟ شما خودتون با رفتارتون باعث شدید که اینجوری در موردتون فکر کنم. باشه، هر جوری که راحتی. از این به بعد هر غلطی خواستی بکنی بکن. آزاد بابا بی بابا، برو واسه خودت. سوار شو. جلو نه، عقب. سلام. سلام.
صبح بخیر. صبح بخیر. این چیه؟ کله هندونه ای. دیشب تا صبح چراغ اتاق روشن بود. نخوابیدی؟ نه خوابم نبود. شما چرا نرفتی؟ ماما یکم حال ندار بود. موندم کاراشو انجام بدم. تو خوبی؟ قصه نخوری یا؟ داری قصه نخوری یا خودم میگردم یه سن خوشگل برا پیدا میکنم. مثل خوده؟ مثل خودم که پیدا نمیشه. نورا؟ امیر علی چی شده؟ پلیس دمه دره. میگم با تو کار دارم. پلیس چیزی شده؟ سرکار حتما اشتباه شده. پسر من اهل دعوا مرافعه نیست. چی میگه آجی؟ من اونجا بودم. پسر دومت زد اصلا بدبخت ترکون. آقا ما که نمیگیم نبوده، بوده. فقط دعوا نکردن، یه جر و بحث کوچیک بوده. ناچش. سلام. سلام آقای امیرعلی مسلمی؟ بله. شما وارد محل کار آقای اصلان بازدار شدید. ایشون مورد ضرب و شتم قرار دادید، بازداشت هستید. جناب صاحب من کاری نکردم. میتونی از خودش بپرسی. کی بره بپرسه؟ یه جوری زدی بکندیش، بدبخت افتاده گوشه بیمارستان. برو برو. بیمارستان برای چی؟ ایشون تو کما هستن. چی کارش کردی نامه؟ بعد بخ افتادی گوشه میارسه داره میمیره. امیرعلی تو چی کار کردی؟ شخص اما این چک رو میبری بازار، میده آقای نوربخش رسیدش هم میگیری برای ما برمیداری میاری. بله چشم. خدا حافظ. جانم بفرمی. عرض ادب جام سروان. بله ایشون از همکارای خوب ما هستن. که این اتفاق افتاده؟ ایداد بیداد، ایداد بیداد. بله چشمم بهشون میگم. بله سعی میکنم طوری بگم که اول نکنم. چشم قربونشون. خدا نگهد. جانم آقای داری من میخوام یه توکی پا برم تا جایی یا با هم بریم. کجا؟ میگم برم. اینجا چی میشه؟ بچه ها کاراشون رو بلدن. صندوق هم که دیدم دست میستن. تلخی تو حرفات ای داری. چیزی شده به من نمیگی؟ میگم برد آقا کرام. باشه الان
بیمار از دست دادیم دیگه. از دستگاه جداش کنیم. سلام آقای دکتر. سلام قربان. پسرم آوردن اینجا، اصلان بازدار. حالش چطوره؟ ما همه تلاش اونو کردیم، اما متاسفانه عملیات احیا جواب نداد. تسلیت عرض می‌کنم. الان بهتری؟ میتونی ادامه بدی؟ بله. خب بگو. گفتم همه چیو. دوباره باید بگی. دیروز اصلان اومده بود کارخونه. کارخونه همون جاییه که شما اصلان رو به قتل تهدید کردی. من حالم خوب نبود، عصبی بودم، همینطوری یه چیزی گفتم. زندت نمیذارم نامرد، تو باید تاوان پس بدی، میکشمت. اینا رو تو نگفتی؟ آره خب، ولی منظوری نداشتم، ذهنم درگیر بود. ولی یکی دو ساعت بعد رفتی دفتر و دوباره باش درگیر شدی. برای دعوا نرفتم اونجا، رفتم باش حرف بزنم، ولی اون اصلا نمیخواست بشنوه. آخه بعد بیرا گفت بی احترامی کرد که با هم درگیر شد. پس تایید میکنی که زدیش؟ نه، دعوامون مختصر بود. اصلا قبل از اینکه اتفاق بیفته من حلش شدم اومدم بیرون. بذار درستش رو باید بگم. شما حلش میدی، اون میخوره زمین، سرش ضربه میخوره و میره تو کما. درسته؟ باور کنید من هر چی گفتم راست بوده، چیزی به غیر از این نیست. من حرفاتو باور میکنم، اما امیدوارم قاضی پرونده‌ام حرفاتو قبول کنه. امروز با پرونده‌ات میری دادسرا. خواهش میکنم چند روز صبر کنید، اصلاً خودش میاد بیرون، همه چی معلوم میشه دیگه. متاسفانه اصلا دیگه به هوش نمیاد. اون امروز فوت کرد. اصلا مرد؟ در واقع به قتل رسیده. اینجوری نمیشه که، یه کاری بکنیم براش. من میگم بریم دنبال سند. کدوم سند دختر جا؟ من نمیتونم برم ببینمش. مگه ندیدی؟ پرسیدم نمیذارن، باید صبر کرد. چی شد؟ حالش بهتره؟ Thank you.
حرف بزن ببینم چی شده. یه ساعت پیش تموم کرد. فاطمه، ما بابا تو بر خونه، من هستم اینجا. رضا جان میخوام ببینمش. الان نمیشه عمه جون، شما برین، من هستم ببینم چیکار میشه کرد. سه بار راهیش کردم که بیاد، خودش نمیاد. الان میگی چی کار بکنم؟ میخوایی با پست بفرستمش واسط؟ من چه میدونم؟ بیعقله. به هوای عشق آبکی و آبدوخیاری میخواد گند بزنه به زندگی آیندهش. نه خیر، نه. من تحتوی پسر رو در آوردم. قاچاقچی مواده. من نمیتونم. باشه، ارزشو ندارم. شما که ارزشو داری پاشو بیا اینجا، دست دخترتو بگیر با خودت ببر. به من نگو چی کار بکنم. باشه، خدافظ. چرا تا یه چیزی میشه زنگ میزنی بهش گزارش میدی؟ مادرشه. فردا یه طوری بشه زمانش یه متر سر من درازه که چرا منو در جریان نذاشتی؟ تو که بغل گوششی نمیتونی براش کاری انجام بدی. فروغ از اون سر دنیا میخواد براش چی کار کنه؟ الان میگی من چی کار کنم؟ بندازمش از خونه بیرون؟ اتفاقا برعکس، حمایتش کن. یه کاری نکن با این رفتارت از خونه فراری بشه. رفتار من خیلی هم خوبه. بهتر از اینه که دختران بنازن به چنگ یه آدمی که از زندگی فقط چهار تا کلمه عاشقانه بلده. خب میخوای چی کار کنی؟ میخوای تا آخر عمر تو خونه حبسش کنی؟ بله، لازم بشه همین کارم میکنم. باشه، ولی رو من حسابی با نکن. فکر و خیال نکن دیگه، درست میشه انشالله.
الان رضا چی شد؟ تونستی ببینیش؟ نه. وکیل گرفتی براش؟ آره یکی پیدا کردم، میگن کارش پرونده هاش سخته، حالا باید برام باش حرف بزن. رضا تو رو خدا هر کاری از دستت برمیاد انجام بده، اگه خدایی نکرده اتفاقی بیفته مامانم درد میکنه، بابام کمرش میشکنه. فاطمه جلو مامان بابات اینجوری حرف نزن، دلشون خالی میشه، سعی کن بهشون روحیه بدی. چطوری من خودم داغونم؟ کجا آقا جون؟ چی؟ رضا خبرشو دوباره بهم زنگ بزن. خوبه حالتون؟ آره خوبم. مادرت بهتره؟ آرام بخشدم خوابیده. براش خیلی سخته، باید مراقبش باشین. شما هم مراقب خودتون باشین، نگران نباشین ها. رضا بیاد میریم پیش خانواده اصلان، هر جور شده رضایت میگیریم. نه الان وقتش نیست، اونا داغ دارن، عصبانی هن. نمیشه همینجوری بریم بگیم ببخشی، باید صبر کرد. فاطمه جان بهش برس، نذار تو تنهایی فکر رو خیال کنه. باشه حتما. سرکار کجا میبینیم؟ میره دادسرا واسه دستور قضایی. اما اینا چطورن رضا؟ بگو نگران من نباشن. اونا خوبن. ببین نگران نباش، من برات وکیل میگیرم، همه کارها رو انجام میدم. بیلنا زنگ بزن رضا همه چی بهش بگو. امیرعلی تو الان باید نگران خودت باشی نه کسی دیگه. من کارم تمام. خودتو نباز مرد، درستش میکن. برو فقط مواظب مامان اینا باش. سوارش کن. بفرم. ببین امیرعلی من همه کارا رو انجام میدم، نگران نباش. بله سلام امون جان، اومدم. سلام امون جان، خیر باشه این وقت شب. خواب پریشون دیدم، نگرانتون شدم. ما خوبیم. بیا تو. بچه ها خوابن؟ نه الان که زنگ زدیم بیدار شدن. خوبی نه اونجا اون رنگارتون پریده؟ کم آب بهم میدی؟ آره بیاین بیاین تو. خواهید بگین چی شده همون جان؟ مرسم جان، دیر وقت بابا، نمیخوای بخوابی؟ مامان گفت خواب بد دیدین، نمیخوای برامون تعریف کنین؟ قضیه فقط خواب نیست. بله منم فهمیدم اومدن شما ربطی به خواب نداره،
منتظرم ببینم کی قراره حرف اصلی رو بزنید. عمو جون چی شد با بزرگ؟ بشین تو همینجا. عمو جون نمیگین چی شده؟ اصلا اصلاً چی؟ فردا باید بریم پزشک قانونی. پزشک قانونی؟ چرا؟ رخت عزاد رو بپوش دخترم، بی شوهر شدیم. سلام عرشب آقا، خوب هستی؟ سلام آقا، این درخواست ما رسید به دستتون؟ اون درخواست؟ داستان مساعده و اینا دیگه. آن باشه، حالا صبر کن ببینم مهندس خسروی چی کار کرده. آقا دست شما درد نکنه، در خدمتیم آقا. خوب من همون قیمت که خریدم تو هر تو کفت کفش داداش دونی من بخواهی یا کار دارم دونی. بفرم چیزایی بود که هم برای خدا بیامرز بود، کیف پولشون، مدارکشون. پسرم رو که تحویل میدید، جنازه نباید رو زمین بمونه. باید چند روزی صبر کنی تا مراحل قانونیش طی بشه. گزارش پزشکی قانونی تحویل دادسرا شد، باهاتون تماس میگیرن، تشریف میارید برای تحویل جنازه. فوتشم چیزی گفت؟ نه، تا جایی که من میدونم ایشون اصلا چشم باز نکرده بود. خدا نبخشه باعث بانیش سرم جمون مرش جمون مرش. خدا بیاموز، خدا رحمت کنه. اجازه نرد بیاتون. آقا سلام، خیلی مخلصی. مهندس این آقا نوید امروز تو کارخونه یه چیزایی دیده، خودم فکر کنم بد نیست شمارم تو جریان بذاریم. بگو برای آقا. آقا راستش من خودم خیلی مطمئن نیستم، ولی اینجوری که بوش میاد تو کارخونه بین کارگرها یه خبرایی هست.
سردستشون هم خلیله، همین پسر رفیق جینگ ابراهیم. من هرچی فکر میکنم نمیدونم داستانشون چیه، ولی خیلی مشکوک میزنن. ول کن این حرفا رو، اون چیزی که دیدی رو بگو. بله آقا، من صبح تو کارخونه داشتم کار میکردم، دیدم همین پسر خلیل دوره ای که این دستگاه داره پرسه میزنه، انگار میخواد یه قطعه چیزی جدا بکنه. تا منو دید یه جوری وانمود کرد که داره روغنکاری میکنه، ولی یکی نیست بهش بگه آخه مرد حسابی، روغنکاری کردن ابزار لازم داره؟ میبینین مهندس، اینا دست به یکی کردن دارن تو کارخونه خرابکاری میکنن. خب نمی دستت درد نکنم، برو حواست باشه باز هر اتفاقی افتاد سریع آمارشو به من بده. آه خیالتون راحت، چشم. آقا با اجازتون. مهندس خوبین؟ خیلی رو به راه به نظر نمی رسین. البته طبیعی هم هست دیگه، کمی کمی یکی دو ماهی طول میکشه تا به نبودن الناز خانم عادت کنید. الناز جایی نرفته. یعنی چی؟ مگه دیروز نبردینش فرودگاه؟ باز اتفاقی افتاد؟ اون احساسی که نباید بینشون اتفاق بیفته اتفاق افتاد. دیگه نمیتونم بیشتر از این باشون بجنگم. یعنی میخوایم به پیشنهادش جواب مثبت بدین؟ فقط میخوام به انتخاب دخترم بله بگم، بیشتر از این نمیتونم و دستش بدم.